درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم و همراه شهرام آریان در برنامه دیگر از سری برنامه های جنبش رنسانس ایرانی در تلویزیون پارس، هفتمین بخش از سری گفتارهای روششناسی بازپسگیری ایران از اسلام رو با هم آغاز میکنیم. برای همیهنانی که بخشای پیشین رو ندیدن، خوبه اگر طریق یوتیوب ما رو میبینن برگردن در آرشیو یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی و شش برنامه پیشین رو هم ببینن. چکیده این سخنان دور این محوره که خیلی از همیهنان میگن ما درد رو میدونیم، به هر حال مصیبت‌ها رو حس کردیم و داستان روشنه، چگونه میشه حالا از این وضعیت اسفبار بیرون اومد، راه برون رفت چیست؟ و کوشش ما در شش برنامه گذشته و این برنامه هفتم این است که به این مقوله بسیار بسیار پرمایه و با اهمیت بپردازیم. شهرام گرامی، درود بر شما و خوش اومدید. درود شان جان، درود بر بینندگان. خب شهرام جان، نشست هفتم و به خاطر اینکه ما معمولاً تا سخن گرم میشه به پایان وقت میرسیم، بهتره که آغاز کنیم برای اینکه در آخر کار به جایی برسیم که برای همیهنان قابل یک جمع‌بندی باشه تا نشسته بعد. بله، من به سان همیشه، اگه لطف کنی به من اجازه شیر اسکرین بدی شاهین جان. بله، بفرمایید. اوکی، بله، اینجا باید باشه در حقیقت. الان دیده میشه روش انجام پذیر؟ بله بله. این مباحثی که در نشست های پیشینم داشتیم و من اینجا میخواستم به یه مرحله فرجامینشون برسم، چون گفتیم در روش انجام پذیر باید اگه بخواد این آزادسازی انجام بگیره، اگه فقط مثل بسیاری از کارهای همیهنان ایرانی تا به اینجا در مرحله فقط گفتار نمونه، باید اول نخواست یه مانیفست داشته باشه که خود رنسانس داره رو مطلب کار میکنه. مطلب بسیار مهمیه این و چندین سالم کار خواهد داشت پس از مانیفست نخستین. مانیفست رو ما تو نشست پیشین بیشتر بیشتر شکافتیم که چه چیزایی باید داشته باشه. اون مبحث جهان نگری رو باید باز کنه، تاریخ واکافتی ایران رو باید باز کنه و مبحث سازماندهی به سوی آینده رو باید باز کنه. حقیقت مباحثی که ما تو همین رشته گفتار میگیم، شیوه بازپسگیری ایران، باید تو مانیفست بیاد. سه تا ستون بنیادیش باید بیاد که این جهان نگری ایران شهری که قرار دوباره برخیزه، زنده بشه، اسلام رو کنار بزنه در ایران و از نو بستر اندیشه ایرانی ها رو سازماندهی کنه و از توش اون ایران صنعتی و دانش پرور بیاد بیرون که با بالاترین کشورهای جهان پنجه درف کنه، این جهان نگری رو باید تعریف بشه، باید به سامان تعریف فلسفی بشه که هم استوار باشه این تعریف، این مرزگویی ما نامش گذاشتیم، و هم ساده دریاب جهان نگری. در کنار این جهان نگری میبایست که تاریخ واکافتی ایران شکافته بشه. هر ایرانی هوادار ایران شهری، ایران شهری نوین، نو ایران شهری، این وقتی با یک ایرانی همیهنی که تو این کارا نیست، مثلا بیشتر نگاه مدرن فرنگی داره، که چه ایبی نداره فرنگی ها که ما گفتیم هم خانواده های نژادی فرهنگی خودمون هستن، فرنگی ها، اروپایی ها، نگاه فرنگی داره، میگه آقا من اصلا به این کارا کاری ندارم. اون رو باید بتونه این دوست ایران شهری با واژگان فلسفی و منطقی متقاعدش کنه که یه همچین دگرسازی بستری لازمه. فقط از راه کپی کردن فرنگ نمیشه، اونگونه که خیلی از ایرونی های مدرن، سکولار و منطقی دوست دارن.
ولی به باور ما فقط از راه کپی کردن نمیشه، باید بستر فرهنگی خودت رو هم تو داشته باشی که اون منطق و اون پیشرفت و اون گرایش به سازندگی و اون نگاه سازنده به جهان باید از درون خود اون رسته باشه، اومده بیرون. البته در ساختار بیرونیش با همه اندیشه‌های منطقی یونیورسال باید سازگار باشه که فرقی نمیکنه تو ایران پیدا شدن یا تو فرهنگ. ولی اون شهرام جان، اینجا من فقط یک یادآوری کوتاه بکنم برای همیهنانی که شاید از نشستای پیشین به خاطر نداشته باشن. جهان نگری درسته که تقریبا برابر واژه‌ای با ایدئولوژیست که در فارسی برای واژه ایدئولوژی گذاشتیم، ولی تفاوت سرشت خیلی مهمی با ایدئولوژی داره که نباید کاملا به حالت ایدئولوژی ترجمه بشه. جهان نگری در خودش پویایی داره و خرد محوره، یعنی بر اساس شرایط، زمان، مکان، پیشرفت انسان، به هر حال شرایط زیست انسان در هر جایی، جهان نگری میتواند که اندک خودش رو دوباره آراسته کنه به اصطلاح و تنظیم کنه برای اینکه به بهترین حالت خودش برسه برای اون شرایط زمانی و مکانی. ایدئولوژی در حقیقت حالت ایمان محور پیدا میکنه، حالت سنگواره پیدا میکنه، معمولا با تعصب همراه میشه و فرجامش اینه که خیلی از افرادی که به دنبال ایدئولوژی بودن نه به دنبال جهان نگری، عملا از یک عینک خیلی بسته ای جهان رو میبینن و باید و نبایدهایی رو که برای جهان و برای کشور خودشون و جامعه خودشون تعریف میکنن و میزان و ملاک میگیرن، معمولا خیلی وقتا با بنیادهای خرد و منطق ممکنه ناسازگاری پیدا کنه. این رو گفتم برای همیهنانی که میخواستم بدونن آیا جهان نگری دقیقاً ایدئولوژی است یا نه. نه، این تفاوت گوهرین داره با ایدئولوژی که خدمتتون گفتم. بفرمایید. بله. البته جهان نگری هم میتونه کارکرد منفی داشته باشه. مهم اینه که اون اکسیوم ها، اون بن قانون های بنیادی در روان و در اندیشه که باهاش پیرامون فیلتر میشه و تصمیمات گرفته میشه چیست اون دستگاه. برحال ولی برای جدا گذاشتن این دستگاه بنیادی روانشناختی فلسفی و نگاهی به جهان پیرامونی از ایدئولوژی که میگیم روزمره، ایدئولوژی کمونیسم، ایدئولوژی اون این کناتون اون دستور بستر دستوری آدم نگاه میکنه، یه سری دستورها اصلا البته نگاه رو هم کنترل میکنه، فرق نازکی با این داره. اونو به حال گذاشتیم باورمان. باورمان یعنی دستگاهی که فقط از باور ساخته شده، چون باور یه دستگاهیه که اندیشه رو جلوشو گرفته و به بیش روشن میکنه که تو ایدئولوژی اندیشیدن کامبیش متوقف شده. باورمان قایم میگیم باورگرایی، یه تصمیم فرجامین باید بمونه که آخر سر اینو بگیم یا اون. باورمان بیشتر خود اون دستگاه ایدئولوژی رو نشون میده، باورگرایی بیشتر اون حالت ایدئولوگ بودن رو نشون میده. تو بخش واژه شناسی که ما بعدن یه 3-4 جلسه به زودی میذاریم، چون دوستان خیلی اظهار علاقه کردن که ما واژه شناسی درست در زبان فارسی اینا چگونه باید باشه، به این واژه هم شاید بپردازیم. به هر حال جهان نگری یه بستر فلسفی تر و ژرف تر داره، ایدئولوژی زمختر و از بالا دستور دهنده تر و قفل کننده تره. ولی جهان نگری میتونه منفی باشه وقتی مثلا یکی در بستر بنیادی روانشناختیش، اون شخص مثلا انسان اسلامی، اون نگاه مصرفی که به جهان داره اون از بخش اون جهان نگریه، یعنی اون بستر فلسفی بنیادیش مسمومه. اینی که حالا اون مصرفی بودنش در جهان نگری اسلامیش چه فرقی میکنه با ایدئولوژی اسلامیش، اینا از جدای اینا کجاست، با اون باورمان اسلامیش، اونو تو برنامه های خیلی ژرف‌تر بعدم بهش میرسیم، به ویژه در داخل خود اون مانیفست وقتی توضیح داده میشه. که ببین وقتی یه کسی اومد و پایه های اسلام رو پذیرفت، اصول اسلام رو پذیرفت که یک خداوند قدر قدرتی هست یا همون درکشون از توحید، نمیدونم این یک جانشینی داشته یا نبی و این جانشین با فرمان مطلق، اینجا فرمان روایی میکنه به سان خود اون دستگاه مطلق در اون بالا، مطلق بر مطلق به حمدالله، و در حقیقت انسان که این وسط کمابیش هیچ کار است و کارهایی هم که ما میکنیم برای این که تو زندگی کارم
هدف ما در زندگی و روش کاری ما اونجا تعریف میشه که آقا هدف شما بهشت رفتن است و روش شما در این راه نماز و روزه و کشتن دیگر اندیشه است. این دستورهای روشن و زمخت و آشکار اینا اون باورمان هستن، اون ایدولوژی که اون شخص پذیرفت و به اون دستگاه باوری که توش اندیشیدن دیگه نیست، فقط باور کرده روی آورد. هنگامی که به این باور آورد، این دستگاه باوری از بیرون، چون این سیستم بیرونیه، بخشای بیرونی ذهنه که تصمیم گیری ها توش گرفته میشه، این شروع میکنه به درون رسوخ کردن. یعنی ایرانی های روز اول که اشعت میخوندن، همون مثلا سده دوم هجری، یکم هجری که تازه شکست خورده بودن، اون یه اشعتی میخوند و الکی اینا رو میگفت و میگفت آره من اینا رو پیروی میکنم، ولی در درونش جهان نگری هنوز زرتشتی بود. یعنی اون قانون های بنیادی که چجوری جهان رو باهاش نگاه میکرد و تصمیم گیری میکرد. بعد این ایدئولوژی رو که از بیرون میپذیرفت، این شروع میکرد به درون رسوخ کردن و پس از چند نسل میرسید به اون پیچ و مهره درونی که اونجا جهان نگری نشسته. وقتی اون دست کاری میشد دیگه کار تموم بود، که این توی سده 4 5 هجری تموم شده بود. بعد اینجا دوباره یه پرسش مونه که آقا جهان بینی این وسط چیه؟ جهان بینی ما حالا تو این واژه سازی ها یک مقدار پیروی کردیم از دستگاه واژه‌های فلسفی آلمانی. مثلا جهان بینی میگن ولتزیخت. ولتزیخت یعنی یا دید کلی که من بر جهان دارم. جهان بینی من آقا اینجوریه که من اصولا بر این باورم که باید سخت نگرفت زیاد زندگی، باید خوش بود زندگی کرد، مثل یک کس ممکنه بگه جهان بینی من. بعد وقتی جهان نگری رو میخواد بگه، جهان نگری اصلا کسی هم درست به کار نمیبره، ولی چون واژه خود ماست که تازه داریم میسازیم، اون یعنی دستگاه بنیادی فیلتر ذهن من که تمام زمین و زمان رو چجوری تفسیر میکنه اون چیه، که اون اصلا بستر بحث‌های فلسفی فارسی هنوز اصلا رخ نکردم چه واژه‌ای. جهان بینی رو خود میشه که اون دید کلی به زندگی، دید کلی بیرونی به زندگی. جهان نگری رو ما میخوایم جا بندازیم که اون بستر بنیادی دستگاه‌های قانون‌های بنیادی روانشناختیه. و بعد ایدئولوژی هم کمه میشناسه. یعنی ایرونیا تا کنون از جهان بینی و ایدئولوژی صحبت میکنن. جهان بینی وقتی میگن نگاه کلی به زندگی، نگاه سطحی کلی زندگیه که تعریف دقیقی ازش ندارن. ایدئولوژی زیرش یک ایدئولوژیه که پذیرفتن، ایدئولوژی کمونیسم، ایدئولوژی اسلام اینا، ولی تقریبا حس میکنن که ایدئولوژی مسئله باور کردنی و نه دریافتنی. درسته. اینو میدونن. جهان بینی رو هم تقریبی سرپایی چه حس درک ازش دارن، میگن که جهان بینی کلاً که من چجوری کلاً جهان میبینم. این وسط این نکته که گفتی در مورد جهان بینی، برگردان انگلیسی جهان بینی هم ورلد ویوه. ویو در انگلیسی در حقیقت چشماندازه، یعنی یک نگاهی اسنپ‌شات. همچنان که گفتی تقریبا اون حالت کلی رو داره و وارد دستگاه های اساسی اون بستر فلسفی کار مطلقا نمیشه، افسون بر این که به خاطر اینکه مسئله ویو جهان بینی بیشتر تکیه داره بر آنچه که جهان رو اینگونه میبینیم تا اینکه جهان رو چگونه دوست داریم بسازیم، که جهان نگری معمولا درباره این سخن میگه که دوست داریم چه جهان رو بسازیم. این هم یه تفاوت دیگه است که دست کم از برابر انگلیسی اون برمیاد. یه چیزی هم بگم، جهان بینی برای بیشتر انسان‌ها، حالا ما هم ایرانی‌های خودمون میگیم، خودآگاهه. ازش میگوسی جهان بینی تو چیه؟ مثلا تو بیشتر اهل خوشی هستی، بیشتر اهل مسافرت هستی، بیشتر اهل نمیدونم پول درآوردن هستی. زود میتونه بگه چی؟ درک میکنه جهان بینی، نگاه کلی که به زندگی من دارم. جهان نگری در بخش‌های ناخودآگاه ذهنه. درست. این اون اکسیوم‌های ریاضی مانندی که تو اون نهاد نشسته و از اونجا با دستگاه اشتقاقی تصمیمات تو رو کنترل میکنه، بده که تو بفهمی اصلا چجوری. این واژه‌ای که اصلا تا حالا تو بستر فلسفه به اون صورت راه نداشته، من باید عرض کنم که ما داریم این مطلب رو میآوریم و نیازش هم به اینه که من برنامه‌ها پیش مطرح کردم که ما مجبوریم دستگاه‌های توضیحی بسازیم که حتی از اون چیزی که مثلا روانشاد ماکس ویبر هم ساخته بود عمیق‌تر میره. یعنی آخر سر میتونه دستگاه توضیحی بسازه که چه چیزی تو مغز ایرانی‌ها، دقیقاً چه چیزی پیچ و مهرش دگرگون شد که از اونجوری اینجوری شد. اینو تا الان کسی نمیدونه. یعنی وقتی یه کسی مثلا هانتینگتون میخواد از حرف بزنه، سر پایش جایی میگه نمیدونه.
علکی اشارتی به دین و این و اینو میکنه ولی تو ژرفاش نمیره، چون اصلا نمیدونه ژرفای اون پیچ و مهره چیه. ما مجبور شدیم اون پیچ و مهره رو مدل سازی کنیم که در مانیفست نخستین بار خواهد ما تو برنامه گفتاری بود گفتیم بسیار چیزا رو در مانیفست میاد و در کتاب‌های آینده بسیار بسیار دقیق‌تر ما خودمون بایسته بودیم این مدل، این چیز نو اتالا کسی به این این حالت ننگریسته که دستگاه روانشناختی توش میره، دستگاه فلسفی توش میره، سیستم اشتقاقای ریاضی تو اینا ما اندر نهادیم که چجوری کار میکنه، که این قانونهای بنیادی جهان نگری چجوری ازش اشتقاق میاد بالا تا به تصمیمات بیرونی. در حقیقت یه جور تئوری نیمه نوعی هم هست کلن برای خودش در توضیح دستگاه های اندیشه یابی و تصمیم گیری های روانشناختی. عمیقیه. برای ما جهان بینی رو تو زبان فارسی داشتیم و ایدئولوژی. جهان بینی که کلا ما چجوری نگاه می‌کنیم به زندگی، نکته برآورد سطحی. ایدئولوژیمون ایدئولوژیایی که من یاد گرفتم، کمونیسم، اسلام، اینجور چیزا. و اینو من ایرونی حس می‌کنه که آره ایدئولوژی بیشتر باوریه، فهمیدنی به اون صورت نیست، یه مقدار فهمیدنم توش هست ولی بیشتر باوره و زیادم انتقادم نباید کرد، باید بپذیری و باور کنی و اینا. و اگرم چیزی رو توضیح بدی مصنوعی اون توضیح ها، چون در بستر باورهات حق نداری از اونا بزنی بیرون. اینو ایرونی ها تا الان میدونن که جهان بینی چیست و ایدئولوژی چیست، که ما ایدئولوژی رو ترجمه میکنیم با باورمان یا با باورگرایی. و میون این دوتا فراورده نوعی دستگاه نگرشی خود ما هست جهان نگری، که یه چیز سومی افزوده میکنه به نام بستر بنیادی ترین قانون های روان، روان که تمام مشتقات اندیشه رو کنترل میکنن. اوکی، ادامه بدیم به این که بله گفتیم آقای، حالا ما گفتیم که اون شخص ایران شهریه، ما حالا حتی که مانیفست هم اومد بیرون ایشون مطالعه کرد یا این برنامه رو هم دید، حالا به این معنی نیست که مسائل خیلی خیلی سخت هم میتونه توضیح بده، اما باید یه درک از این داشته باشه که پدر جان این جهان نگری تقریبا چیه، جهان نگری ما پیش از اسلام پس از اسلام چجوری دگرگون شده. اصلا نیازم نیست که اون که مال اسلامی هی بد و بیرا بگه، فقط توصیف کنه که اون چرا مصرفیه و این یکی چرا تولیدی بوده، این یکی چرا به اندیشه واقعا فرد آزاد باور داشته، اون یکی میگه نه دستورهای الله از آزادی فرد آخر سر سرش مهمترن. اینا رو بتونه با یک زبان ساده‌ای به همیهناش توضیح بده و در کنار این توضیحات فلسفی چیکار بکنه، بتونه روند تاریخ ایران رو هم توضیح بده، که اینا در حقیقت دو تا محور با هم موازی هستن، چون وقتی این تاریخ شکست خورده اون یکی اومده بعد جهان نگری هم دستکاری شده، برعکس جهان نگری وقتی والد دستکاری جا افتاده بعدن تمام ریل تاریخی رو کنترل کرده به طرف اشتباه. این دوتا محور رو بتونه این شخصیت ایران شهری که ما ازش صحبت میکنیم که یک مقدار باید دانش و فهم و شعوری داشته باشه، میتونه نوجوانی باشه 16-17، میتونه لیسانس یا فوق لیسانس باشه، ولی یه دستی به دریافتن و خواندن و فهمیدن باید داشته باشه. این رو باید بتونه برای همیهناش توضیح بده. حالا این همیهنا من عرض کردم، این میتونه یه شخص مثلا فرنگ گرا باشه، بیا آقا من ول کن با این حرفای ایران شهر رو، از بین رفتن ایران شهر رو، ما میریم همین سیستم فرنگ رو برمی‌داریم، میریم یک به کپی میکنیم، بعد دیگه صاحب نمیدونم تقسیم قوای سگانه و آزادی و همه چی رو خواهیم شد. این حرفا چیه مثلا که ما باید بستر فلسفیمون مثلا از خودش برآمده باشه؟ این حرف این ایران شهری ما باید بتونه اون مدل آدم رو با منطق باهاش برخورد کنه که اون حالا کوچکترین بخش کار خواهد بود، چون آدم منطق گراست باش با در قوت منطق باش صحبت میکنی. بخش دشوارتر لایه‌های گسترده در جامعه هست، جامعه ایران هستن که شکست کامل روحی خوردن و برده الله هستن، و اون برده های الله تو رده بندی های گوناگون ما داریم، تمام برده داریم یا تمام مثلا الله پرست، اصلا خیلی خود برده هم نشده بلکه من گفتم مثلا بازمانده همون مهاجمان قدیم هستن که سینه به سینه خانواده شمونه تو ایران. یه بخش بزرگی من از پرسنل جمهوری اسلامی گفتم مثلا یارو نیاکانش هم نگاه کنید ایرونی نبودن، مهاجم 1400 سال پیش بودن دوره استان مرکزی رو عرض کردم، ولی خیلی دیگه هم بودن که برده شدن، مثلا روحی برده شدن، نشاط بیشتر ایرانی بوده، پیشینه ایرانی بوده، بعدم برده شده، موالی شده. حالا به حال چه خودش اصلا الله پرست بزن و ببر بوده چه برده شده، اون گروه های الله پرست که ما داریم که اینا رده های گوناگون داره، از کاملا کم هوش و سادیست
تا باهوش و کم سادیست که ما گفتیم اونایی که خیلی باهوشن کمتر کم هوش بزن. اونا که کاملا کم هوشن و سادیستن اونا یک سره اسیرن و اصلا نمیتونن ول کنن. اونا رو توی هنگام روشنگری اونا باید آخر سراغشون بری نه اول. درست. چون وقتی میری اصلا نمیفهمه و تنها آرزویی که داره وقتی براش زندگی بهتر رو توضیح میدونه که فقط با چاقو بر تو شکمت. اینا اونایی بودن که خمینی آیت الله خمینی دور خودش جمع کرده بود تو 15 خرداد. این اون سال روز شمالا نزدیکه. او به سان پیامبر اسلام با اینا صحبت میکرد که واژه فنیشون تو دین اسلام هست مستضعفین، یعنی زیر این واژه استتار میکنن، ولی در حقیقت تعریفش هست کمهوشا و سادیستا. چون یاروی عیبی داشته که تو جامعه تهنشین شده، البته یه کسی ممکنه که عیبی هم نداشته باشه، از روی بدشانسی مدتی فقیر باشه، ولی به قول ما تو آذربایجان یکی دو سال وضعش خراب بود یه مطلبه، یه عمر وضعش خراب بود یه مطلب دیگه است. و اونایی که یه عمر و چند نسل وضعشون خرابه، اونا همونایی که اسلام عاشقشون میره سراغشون، کمهوشا و سادیستا. بعد میگه تو اصلا لازم نیست تهنشین باشی، من تو رو از مثلا هیچ کارگی بر میکشم به سپه سالاری. اینا هم که ما خیلی شکافتیم در قدیم، با اونا نباید کار داشت بشیم. اینا در حقیقت حالت نیمه روانی هستن که اصلا نمیفهمی تو چی میگی. وقتی میخوای باش صحبت کنی میخواد فقط بکشدت. شما باید بری سراغ اون لایه هایی که باهوشن و کمتر سادیستن و فقط گرفتارن، یعنی به وسیله این کمهوش و سادیستا که اینا اصیل مسلمونن، هزار سال، بیش از هزار سال گروگان گرفته شدن و از روی ترس، از روی تعارف همینجوری دیگه موندن تو اون سیستم. چون تو هر خانواده هم یکی دوتا از این کموشا و سادیستا آدم کشا هست، اون یکی بقیه که باهوشتر و ملایمتر و متینتره هی از این میترسه که این با چاقو بره تو شکمش. واسه همین این همینجور تو گروگان اون مونده. گاهی اوقات یه اقلیتی تو هر خانواده اکثریت گروگان گرفته. بله. این مباحث توی خانواده ایرانی هست که آقا نگو نگو، مثلا عباس عمو مثلا خیلی کله خره، مثلا اگه بخوای بحث منطقی باهاش بکنی یا با چاقو میره تو شکمت یا ناراحت میشه. خب یعنی شیوه کارشون این بوده که هرچی کله خرتر بهتر، یعنی به کله خریش بعدن باعث چیزش شده، تشویقش شده این سیستم. خب در آینده ما باید کاملا متلاشیش کنیم، ولی گام اول که شما میخوای ورداری اینه که میری سراغ اونی که در داخل خانواده کله خر نیست، اونی که در همسایه ها نیست. یعنی شما هوش و اراده رو توش میبینی، فقط میبینی در تعارف و در گرفتاری مونده، از رو ترس، از رو تعارف چیزی نمیگه. اونا رو برمیداری، با اونا صحبت میکنی، اونا رو برمیکشی و این مباحث رو بهشون میفهمونی، مباحث دو بعدی رو، از جهان نگری و دیگرگونی جهان نگری ایران چی شده و از فرایند تکاملی تاریخ ایران. اینو از این دوراه برمیکشی، برمیسازی و متوجهشون میکنی که ما بله دستاوردهای یونیورسال جهان فرنگ و دیگران رو قبول داریم که هم پسر ما خودمونم هستن، ولی ما باید یه بستر کاری خودمون رو هم داشته باشیم که در آب خودش بجوشه. اینا رو متقاعد میکنی و بعد به ویژه میفهمونی بهشون از منطقی نبا داد و بیداد و دشنام که ایران چگونه از اسلام شکست خورد و چگونه جهان نگریش منحرف شد، کارش به انحراف مطلق کشید که به حمدالله دیگه همون کشور جهان سوم برشکسته است که هزار ساله هست. این داستانی که ما در بسیاری برنامه ها شکافتیم، اینا رو انتقال میدی به این بخشای باهوشتر خانواده، همسایه، هر کسی که هست. اینا رو ما در نشست پیشین در موردش دمی سخن گفتیم. مرحله فراتری که اون موقع مونده اینه که من آگه رسانی که گفته بودیم که خب حالا که ما داریم روشن سازی میکنیم، اولا باهوشا و دلیرا رو میریم سراغشون که ما امیدواریم اکثریت جامعه هم باشن، که اون یکی خلوچلا در اقلیت قرار بگیرن و بعد در نبرد نهایی متلاشی بشن، یا اگه اکثریت هم نباشن ولی تعدادشون دست کم بنزه اون آدم خورا باشه و در اون نبرد شاه اسماعیلی لحظه آخر بتونن از پس اون آدم خورا بر بیان. تو آدم خوره بشه آدم خوره دیگه، تقصیری نداره، هوشش کمه، سادیست، فقط میخواد شکم پاره بکنه. اصلا گناه اصلا نمیفهمه تو چی بهش میگی. تنها رای که آخر سر خواهد بود اینه که بخشای معقول وقتی سازماندهی شدن و آدم خورا رو در جنگ مرد آمد شکست دادن، بعد دستگاه جامعه رو میگیرن دستشون و بعدن دیگه از راه قانون
وضعیتی پدید میارن که اون آدم خوره دیگه هیچ وقت نمیتونه بیاد سر کار. و آگاهانم این کار پدید میاد، در کتابای تاریخ در نشانده میشه بدون تعارف هم دیگه، این بار بدون دشنام. واقعا ایرانی همیشه درک هم دارن که وقتی کسی مواد انتقاد بکنه الان دشنام اصلا ربطی نداره، بدون دشنام، فقط با آنالیز که آقا این آدم خورا از کجا اومدن، سیستمشون چجوری کار میکنه، این ایدئولوژیشون، دینشون، فلان، از روز اول چی ساخته شده. خیلی هم لطفشون زیاد، ولی سیستمشون اینجوریه، آدم خوریه، کارش نمیشه کرد. این بعد از اینکه شکست خوردن، این مسائل شکافته میشه و دیگه اون بازگشت دیگه میسر نخواهد بود. ولی شما اول باید بتونی از اون صفوف اون آدم خورا رد بشیم. برای اون نبرد نهایی باید افراد ساخته بشن از نظر روحی و اندیشگی. و بعد بخش اون که بخش آگه رسانی بود و بعد بخش سازماندهی و شبکه سازی میاد که در موردش تاکنون سخن نگفتیم. این سازماندهی و شبکه سازی چگونه انجام میگیره؟ ببینید، هر کسی در پیرامون خودش وقتی آغاز کرد، یکی زودتر یکی دیرتر، و چندین سال این صحبت‌ها رو متین پیش برد و دید که چندین ده نفر رو متقاعد کرده که چندین تن رو متقاعد کرده که این نظر فلسفی و منطقی میتونه درست باشه یا بخش بزرگش درست باشه. میدونید که در اندیشه ایرانی ما حقیقت مطلقم نمیشناسیم، که فقط اونی که من میگم اون به حمد الله مال اسلامه. ما در اینجا به گفتار آزاد و جستن بهترین راه باور داریم. یعنی خود اون ایران شهریان میون راه و هنگام گفتار ممکنه با دیگرانشون متوجه بشه که برخی چیزا تو خود نگاه ما یا تو مانیفست ما نادرست بوده و اونو باید به مرکز حتی اطلاع بده و وارد جستار درونی بشه. این پیشرفت ایران باستان اصلا همش روی این جستجوی دائم بوده که همش دنبال بهترین. من عرض کردیم قد فرهنگشون شگفت‌آور بوده که واژه‌شون برای کمال، اونی که فرنگی ها میگن پرفکت، یک حالت استمراری شونده بوده. میگفتن بووندک، از بودن میاد میشه بووندک، یعنی هی داره میشه و داره هی بهتر میشه. در صورتی که رومی ها حتی وقتی میگفتن پرفکتوس، که همون پرفکت انگلیسی از اومده، از پرفیکره میآوردن، یعنی تا ته رساندن، یعنی حقیقت به کمال انتها رسوندن، و بعد اسم مفعولش مثلا پرفکتوس. تو عربی هم یه جورایی در حقیقت از اون بعدن ترجمه شد، تو نسل ترجمه اونجا الگوی فرنگی رو گرفتن، نه الگوی ایرانی رو. خیلی جا الگوی ایرانی ترجمه شده به عربی تو نسل ترجمه صد دوم سوم هجری، خیلی جا هم الگوی یونانی رومی. اونجا ظاهرا رومی رو گرفتن چون کمال رو برداشته، یعنی اون چیزی که به پایان رسیده، به پایان تکاملی خودش رسیده. توی ایران باستان اینا به این باور داشتن که اصلا همچون چیزی به نام کمال نهایی نیست، بلکه شما هی داره هی بهتر میشی. بنابراین در دستگاه ما این نیست که شما وقتی داری بحث میکنی و آدم میسازی، اون یارو وقتی پاد برهان آورد، اگه پاد برهانش درخشان بود، بعد من اصلا تا این لحظه نمیدونستم. باید همیشه سیستمت باز باشه، سیستم جویا باز باشه. اونی که من همه چی رو پیدا کردم، مال اونم الله پرستاست، اون بسپار مال خودمون. اون عقب ماندگی صنعتی و ایناشون فقط از اون میچون و چون اینجوریان هی مجبورن آدم بکشن، چون یارو قوت برهان نداره، چیزی که میمونه فقط سفسفه و مغلطه و اگرم یارو نپذیره با چاقو تو شکمش رفتنه. ولی این وری که آدم میسازه با این شبکه از ایرانی های واقعی که آدم میسازه، اینا بر بنیاد گفتار و منطق ساخته شده. البته وقتی آدم میبینه که اون ایرانی منطقی، اون ایرانی هم که در آغاز منطقی نخواهند بود، وقتی باهاش صحبت میکنی ترس داره، تعارف داره، میگه آقا من اگه این مطلب به همین روشنایی ببینم که اون موقع دوباره با ما عباس عموم دوباره دوام میشه، بعد دوباره راهو پیش نشون میدی، تو اصلا لازم نیست سراغ عباس عمو بدی، تو خانواده‌ام سراغ اونایی میری که اول منطقیان و کمتر سادیستن، تو هم اول سراغ اونا میری، با اونا صحبت میکنی، اون خلوچلا رو به حال خودشون فعلا رها کن. روشش این خواهد بود. وقتی بنزه کافی هر کسی در بخش گفتاری شناسایی کرد پیرامون خودش رو، این فرایند میتونه یک سال به درازا بکشه، میتونه هفت سال به درازا بکشه. در این زمین، در این میدان هم اون شخص از راه گفتار پیوسته و پیوسته دستگاه فلسفی و برهان آوریش هم بهتر میشه. یعنی خودش در حقیقت به یک نیمه فیلسوف و یک نیمه متقاعد کننده تبدیل میشه که لازم مرشدای این کار باید چنین باشن. بعدن ما هزاران هزار از اینا نیاز داریم. وقتی به اون مرحله رسید و خود این شخص هم در این مدت مطالعهش رو میبره جلو، کتاب‌های گوناگون رو میخونه،
نوشته های خود رنسانس رو مطالعه میکنه، ببینه کتاب های گوناگون رو در مورد تاریخ و فلسفه اینا خودش میسازه. به یه درجه که وقتی رسید احساس میکنه که الان اینو میشه به یک دونه شپ شبکه تبدیل کرد. چیکار میکنه؟ با چندین دوست نزدیکش که اونها رو سالها پیش باشون سخن گفته و از همه بیشتر باور آوردن که این کار لازمه، سبکترین حالت از شبکه رو درست میکنه که اون حالت در حال تاریخ خیلی اولیه میشه درست کرد. دیدارهای روالمند، رگولار، هفته یک بار، هر دو هفته یک بار، هرچی که برای اونا خوب بود، و بعد با همدیگه صحبت کردن در مورد یک مثلا موضوع فکری که به ایران شهری ربط داره. مثلا کتاب‌هایی که مطالعه کردن و میخوان با هم بشکافن، یک کتاب مشترک مطالعه میکنن، بعد در مورد درکشون ازش سخن میگن. یعنی در حقیقت یه جور دانشگاه کوچیک همسازی پدید میارن. این دانشگاه کوچیک همسازی که حالا یا دارن با هم دیگه مثلا کتابی رو میخونن یا اندیشه‌ای رو یا یه فیلمی رو که همه دیدن صحبت میکنن، ولی باید روالمند باشه و یه حالت نیمه جدی داشته باشه. این دل بخواهی نباید باشه که حالا یه بار بود و یه بار مثلا 5 هفته دیگه. وقتی این شبکه روالمند میوه داد و لذت داد و افراد احساس کردن که از این راه دارن رشد میکنن، بعدن اون ترانزیشن، اون تراروی به کارهای انجامی رو خود اون هسته برای خودش تصمیم میگیره که تا چه اندازه میتونه وارد مراحل انجامی بشه. خود ما تا کنون به مرحله انجامی ویژه‌ای دست نیاختیم، بلکه بر این باور هستیم که هنوز بدن جامعه بی اندازه از این مرحله، از اون آگاهی دوره، بلکه اون آگه رسانی هنوز تو استیج کنونی، تو گامه کنونی هنوز سنگینی میکنه و ساختن این پیش شبکه ها، این هسته ها. پیشنهاد دیگر اینه که این هسته ها رو وقتی که میسازیم بیش از اندازه با هم مرتبطشون نکن، برای اینکه اون موقع دستگاه شناسایی ممکن با اینکه این هسته ها کار فرهنگی میکنن تو سالهای اول، ولی باز هم بهتره مستقل کار کنن. یه هسته بهتر خودش شاخه بده، مثلا مجموعه آخر 30-40 تا دوست باشن که با هم همکاری میکنن و باید با هم رایزنی بکنن و خیلی زود دست به کارهای انجامی نذارن. اول اون خودسازی، اعتماد پیدا کردن، برکشیدن توان برهان آوری، اون اصلا مهمتره تو اون هسته که با هم هستی. بعد مسافرت‌های فرهنگی آدم میتونه با هم بکنه به اماکن تاریخی که براشون اهمیت داره، به موزه‌ها و اون دیدارهای روالمندشون و پروژه های کوچیکی که خودشون برای خودشون تعریف میکنن. مثلا پروژه بود که یک موقع رنسانس پیش میبرد، درخت کاری. این هسته ها میتونن اون موقع اینجور پروژه کوچیک رو حتی برای خودشون تعریف کنن، پروژه کوچیک خودشون رو تعریف کنن و انجام بدن و هم تو بخش فکری و هم تو بخش انجامی به یه اعتماد به نفس نخستین برسن. التفات میکنه انجام، یعنی این شبکه های نخستین، هسته های نخستین جایگزین اون مساجد آدمخواری هستن که پیش از انقلاب هزاران در کشور بود. اصلا کرم جان، یکی از ویژگی های جنبش در سنجش با مثلا حزب یا یه سازمان متمرکز این است که جنبش معمولا یه اندیشه تقریبا نسبتا پخته شده رو در اختیار بخشی از جامعه قرار میده و اون بخش جامعه که اندیشه رو پذیرفته، چارچوب‌های کلی رو پذیرفته، دیده و روش رو پسندیده، با هر حال ابتکار عمل و تاکتیک‌هایی که خودش میدونه، روش‌هایی که خودش به کار میبره، اینو میکوشه در بستر جامعه جلو ببره و ترویج کنه و از این نظر دستش بازه. خوشبختانه مثل یک حزب عمل نمی‌کنه که بخواد کوچکترین مسئله‌ای رو که در یک نقطه قرار انجام بشه بخواد از یک محل مرکزی سرپرستی بشه، بلکه وقتی الفبای کار برای دوستانی که علاقه من بودن جا افتاده، دیگه مطمئنن با توجه به امکاناتی که دارن، زمانی که دارن، توان دانشی که دارن، خودشون تصمیم میگیرن که چگونه عمل بکنن تا بهترین به صدا خروجی و بهترین دستاورد رو از این حرکاتی که در این بخش تعریف میشه، سازماندهی و شبکه سازی انجام بده. درسته. مهم 3-4 نکته است. قانون یکم، کسایی که اول جذب میکنی و باهاشون صحبت میکنی آدمهایی باشن که ذریب هوشی دارن و گرایش سادیستی ندارن، یعنی همون چیزایی که یارو لازم داره واسه اینکه مسلمون باشه.
و اون ترس های مبهم رو هم داشته باشه. دقیقا سه خاصیت باید داشته باشه: هوش داشته باشه، سادیست نباشه، ترس های مبهم نداشته باشه. ما گفتیم برخی از آدم ها که اون دوتای اول هم ندارن به خاطر ترس های مبهم به راه اسلام کشته میشن. این ستاره نداشته باشه، اینا رو فقط جذب کن که بنز کافی تو جامعه هست، ریخته بسیار، اونا رو برو سراغش. با اون عباس عمو خله یا هر چی نامش هست با اون صحبت نکن. اون این سوخته رفته است و ژنتیکی هم اون با اسلام سازگاری داره، اصلا نمیشه بهش فهموند که چه خبره. اون اگه اونجوری نبود اصلا اونجوری ژرف تو اون کار فرو نمیره. قانون یکم. قانون دوم، رشد طبیعی رو در نظر بگیر. یعنی اینکه اون هسته‌ای که میسازیم سالها و ماها اول باید تو بخش همسازی، یعنی با هم هفته به هفته کتاب رو خوندن و تفسیر کردن، مانیفست ها و یا مقالات مثلا رنسانس رو خوندن، فیلم هاش رو نگاه کردن و تفسیر کردن، نشست های روالمند بذار. هفته یک بار خوبه اگه بشه، اگه نشود دانشجو بودن کار زیاد داشتن هر دو هفته بار، کمتر از دو هفته یک بار نباید باشه. این شبکه، این هسته که بسیار فرهنگی هم کار میکنه و بهانه‌ای هم دست کسی نمیده که دخالت کنه به داخلش، جای مسجد الله پرستار میگیره. من عرض کردم اینا قبل از انقلاب این مساجد سالها به سال آماده بودن تا اینکه فقط اون لحظه موعود برسه و اینا کشور تیکی تیکی کنن. این هسته ها جای اونا رو میگیره و این هسته ها باید رشد داده بشه و با هم ارتباطم نداشته باشه، اصلا لزومی نداره با هم ارتباط داشته باشه. خودشون باید خودشونو بسازن و اگرم خواستن ارتباطی داشته باشن با بیرون از کشور با دستگاه هایی که اینجا هستن مثل رنسانس ایرانی تماس بگیرن و از اونجا خوراک فکری بگیرن. حتی به اونا هم لازم است از خودشون خیلی بگن، فقط خوراک بگیرن، خودشونو بسازن. یه هسته خود ایستا باید باشه، آوتارک به قول فرنگی ها، خود ایستا، مستقل، که خودشو میسازه. سه چهار نفر اولن، در نهایت آخرش شاید 20 نفر بودن که بس دیگه به اون حالت نهایی رشد. 20 نفر همدیگه رو بسازن توی منطقه از شاید آیتی است. بگذار چند سال با هم مقاله بخونن، کتاب بخونن، فیلم نگاه کنن، فیلم های تاریخی نگاه کنن، فیلم های رنسانس رو نگاه کنن یا فیلم های فرهنگی فلسفی دیگری که تو فرنگ ساخته میشه از توی اندیشه پردازان نگاه کنن، بشکافن و در اون مجلس در حقیقت همنشینی و شادی هم باشه. یعنی هم در رسم همون ایران کهن وقتی همدیگر میسازیم، همدیگر برمیکشیم، ولی از بودن نزد همدیگر هم لذت میبریم، رامش میبریم. این اون هسته های هستن که بدن جای مسجد های در حقیقت الله پرست ها هستن، رو در روی اونا هستن بدن برای اون لحظه فرجامین شکل گرفتن و خودشون ساختن. و اون مسئله رشد طبیعی خیلی مهمه. دو تا دیدار و سه تا دیدار و اینا هیچ فایده ای نداره. شما باید خودتون در صدها دیدار از نظر نظری و فلسفی برکشی و افراد باید از خاطراتشون و از گزارش‌های روزمره‌شون بگن در صحبت با افراد گوناگون، خانواده، مدرسه، دانشگاه، که تا چند زمان متقاعد کنن به چه دیوارهایی برمیخورن، اون دیوارها رو با چه برهان‌هایی میشکنن. التفات میکنی شاهین جان، این هستی سیستم حرفه‌ای پیدا میکنه اون موقع و وارد عمل نمیشه، فقط آگه رسانی میکنه، مغزها رو میشویه و دوباره آزاد میکنه و گزارش‌هاشو جمع میکنه، انتگره میکنه، پرفکت میکنه، بوندک میکنه و دوباره میرن دنبال کار. و اینا کار زندگی خوشون دارن، اینا دانشجوان، اینا دانش آموزن، اینا کارآفرینن، اینا کارمندن. واسه همینم هم عرض کردم باید فرکانس یا اون بازاینده اون دیدارها یه جوری باشه که اذیت نکنه زندگیشون رو، یه بار در هفته یا دو بار هفته، ولی باید میوه مند باشه، میوه ساز باید باشه. یعنی با 5 دقیقه فایده نداره، اون لحظه که همدیگر دیدن که 2-3 ساعت با هم هستن در اون بعد از ظهر و همدیگر رو میسازن. این استیج آگه رسانی، ما تو آگه رسانی فعلا هستیم و بر ساختن هسته هایی که تو این حالت هنوز کار میکنن، نه بیشتر. و من امیدوارم که توی نشست های آینده اگه لازم شد اینو بیشتر بشکافیم، یا اینکه در حقیقت بسپریمش به موقعی که مانیفست اومد بیرون که بتالی کتبی بیشتر توضیح داده بشه. الان از زمان چقدر مونده شاهین جان؟ تقریبا 2 دقیقه. بسیار خوب. پرسش های بسیاری از دوستان توی این هفته ها ماهای اخیر اومده که من دوست دارم آدم بتونه به همهشون پاسخ بده. نمیدونم از اون داستان اون فهرست پرسش ها بود که همه ناراحت میشدن وقتی من میگفتم مثلا باید با جدیت شاه اسماعیلی پیش رفت، تا نمیدونم
مباحث دیگری که وقتی که صحبت میکنی بعد این بازدهی نداره چون یارو مغزش کار نمیکنه با اون چی کار بکنم نمیدونم. فهرست بسیاری از پرسش‌های چند بعدی و گوناگون بود که شاید یکی دو نشست بذاریم یا سه تا نشست و اینا رو دونه دونه لایه تمام این پرسش‌ها رو که توی ماهای گذشته جمع شدن و سر دل دوستان سنگینی میکنن همه رو پاسخ بدیم. بسیار خب، فکر کنم هنگام مناسب موقعی است که ما این سلسله گفتارها رو به پایان ببریم. احتمالاً فکر میکنم یکی دو نشست دیگه مونده شرم، درسته؟ نه بیشتر نه، چون ما تو اینجا در حقیقت هنوز در حالت کیفی داریم در مورد کنیم، حالت دستور دادن های دیگه ویژه که نیست که الان چیکار کن فردا چیکار کن. کیفی است. چهار مرحله هم گفتیم. بنابراین در برنامه های هفته های آینده پرسش های مهم و بنیادی که برخی از دوستان از طریق ایمیل یا در فیسبوک و در تلگرام مطرح کرده بودن و یا در یوتیوب زیر برنامه ها نوشته بودن یا حتی کسانی که با تلفن تماس گرفتن و مطالب رو عنوان کردن، میکوشیم به اونهایی که بنیادی است، ژرفه و نیاز داره که در موردش روشنگری انجام بشه حتما بپردازیم. و چون زمان برنامه رو برای این کار میگذاریم، من فکر کنم که میشود بنزه کافی به جزئیات پرداخت و مطلب رو کاملا آشکار و روشن کرد، نیاز نیست که در 30 ثانیه از روش عبور کنیم. خب اگر که شهرام جان از شیر اسکرین در بیاره سفرو، فکر میکنم نشست هفتم به پایان رسید. همیهنان با معرفی کانال یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی جنبش رنسانس ایرانی به دوستان، آشنایان و علاقمندان و همکاران، اونها رو فرا بخوانند تا این برنامه ها رو ببینن، پی بگیرن، پخش کنن. برنامه های پیشین ما توی این 3-4 سال گذشته با شهرام هم در همون آرشیو یوتیوب هست، همه رو میتونید برید از شماره 1 ببینید و این کمک میکنه و همون مرحله آگه رسانی که شهرام توی این مراحل انجام پذیر واسطگیری ایران از اسلام گفت، برای همیهنانی که میخواهند که به برنامه کمک مالی کنن تا از پس هزینه ماهواره تلویزیون پارس بر بیاییم و همچنین بتوانیم یه مقدار تولیدات ویدئویی و رسانه‌ایمون رو افزایش بدیم، میتونن محبت بکنن، برن به سایت iranianrenaissance.com و در اونجا تو بخش دونیشن یا همیاری با کردیت کارت یا با سیستم پیپل پرداخت بکنن. حساب بانکی جنبش رنسانس ایرانی هم اونجا هست، میتوانن در امریکا چک بفرستن و پیشاپیش از همه همیهنانی که چک با پشتیبانی مالی چه با پخش برنامه ها و آگاه کردن دیگران از این سلسله گفتارها کمک دارن میکنن سپاسگزاریم. از 3-4 تن از همیهنانی که ظرف 7-8 روز گذشته تماس گرفتن و کمک مالیشون هم شامل حال جنبش رنسانس ایرانی شده، بسیار ممنونیم. باز تا فرصت دیگر، بدرود و روز و شبتون خوش. شهرام جان سپاس و بدرود. بدرود.